بنام نام خداوند بخشنده رحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان جان شاگردان عزیز سنف هفتم و برنامه مکتب هادی و خاصه درس شیرین زبان و ادبیات دری خوش آمدید دوستان عزیز به جلسه هشته رسیدیم عنوان درس ما حکایت است حکایتی از کتاب بهارستان عبدالرحمن جامی برای شما آورده ایم و در ادامه در حوزه دستور زبان ما و شما با یک مفهوم جدیدی تحت عنوان زمیر مشترک آشنا خواهیم شد دوستان عزیز نظر پیشنهادات خود را از طریق فضای مجازی از طریق سایت از طریق یوتیوب از طریق در واقع فضاهای مجازی کانال های ارتباطی که ما داریم می توانید روان سازید کانال ارتباطی ما به نامبر 2096-780-255-413 آماده دریافت نظر و پیشنهادات شماست خب شاگردهای عزیز وارد درس نو شویم دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم و دیگران بخورند یعنی دیگران برای ما زحمت های زیاد کشیدن برای ما سختی های زیادی کشیدند و این را در واقع به ما تقدیم کردن حال نوبت ماست که زحمت بکشیم برای آیندگان برای ما، فرزندان ما چیکار کنیم دوستان زحمت های زیادی بکشیم و برای آنها به ارث بگذاریم خب کدام کلمه در این مورد در این ساختار ضرب المثل تحت عنوان زمیر مبهم است کدام شاگرد عزیز آفرین دیگران نگاه کنید دوستان دیگران وقتی که اشاره به دیگران میکنیم منظور و مقصود ما مشخص نیست معلوم نیست معین نیست نمیدانیم که این دیگران دلالت بر چه فردی یا دلالت بر چه کسانی که خاص است مشخص است معین است میکند این معلوم است خب مورد بعدی دوستان یکی قطره ز ابری چکید خجل شد و چو پهنای دریا بدید بگفت گرین دریاست من چیستم گرین هست حقا که من نیستم نگاه کنید شاگردای عزیز یه زبان حال یک قطره است که وقتی که وارد دریا می شود می بیند که عظمت دریا به چه پهنا و به چه گستردگی هست از وجود خود شرمنده می شود خب کلمه ای که در عنوان زمیر مبهم است دعی بیت شیر چیست شاگرد عزیز احسن یکی قطره ای ابری چکید که یک کلمه ای در واقع یکی میشه و چی؟ زمیر مبهم زمیر چی دوستان؟ زمیر مبهم است یا مبهم است یا مبهم است که دلالت و اشارت میکند بر چی؟ بر یک کلمه ای که او فرد یا او شخص یا او شی برای ما نامعلوم است خب شاگردای عزیز وارد درس جدید شویم درس جدید ما عنوانش حکایت است در مورد درس امروز میخواییم یک سری معلومات یک سری اطلاعات خطاب شما شاگردای عزیز بدهیم خب میگوییم که درس حکایت ما در واقع برگرفته شده از یک کتابی است تحت عنوان بهارستان کتاب بهارستان کتابی است به نصر دری نویسنده و معلف کتاب شاعر و عارف بزرگ مولانا نوردین عبدالرحمن جامی است خب میدانید که دوستان در تاریخ ادبیات دری یکی از کتابهایی که بسیار بسیار از او به نیکی یاد می شود کتاب بهارستان مولانا عبدالرحمن جامی است این کتاب شامل هشت فصل است هشت بخش است که هر بخش او را نویسنده تحت عنوان روزه از او یاد میکند به طوری که بهارستان را تحت عنوان روزت الانوار هم یاد کردن خب هشت بخش دارد هر بخش را تحت عنوان روزه از او یاد میکند و شامل یک مقدمه و یک خاتمه نیز میشود هدف از آوردن این کتاب چیه دوستان خود مولانا عبدالرحمن جامی اشاره میکند بیان میکند که ما این کتاب را نوشتم برای چی برای فرزندم چرا چون فرزندم در حال تحصیل است در حال یادگیری است از این کتاب بهره بگیرد و به عنوان یک کتاب در حوزه رسم و رسوم زندگی شیوه زندگی سبک زندگی خود از او استفاده کند خب عبدالرحمن جامعی این کتاب را به شکل کتاب گلستان سعدی می نویسد و در واقع کتاب یک کتاب تقلیدی از این کتاب در واقع شیخ عجل سعدی شیرازی می باشه هدف از آوردن ای درس چیه دوستان می بینیم که ایجاد علاقمندی به کتاب بهارستان است که ما دو مورد از حکایت های شیرین کتاب را برای شما به ارمقان آورده ایم خب حکایت اول رو دوستان برای تا می خوانیم و ببینید که چقدر حکایت زیبا نغز و دلکش است عنوان حکایت ما نگاه دوزدانه است آوردن گفتند که فاضلی به یکی از دوستان صاحب راز خود نامه می شخصی پهلوی او نشسته بود و به گوشه چشم نوشته او را می خوان بر دشوار آمد بنوشت اگر در پهلوی من دزدی ننشسته بودی و نوشته مرا نمی همه اسرار خود بنوشتمی آن شخص گفت آن شخصی که پهلوی ای شخص نشسته بود و الله و مولانا من نامه تو را نمی خواندم و به خدا قسم گفت ای نادان پس از کجا دانستی که یاد تو در نامه است نگاه کنید این شخص نادان با اینکه پهلوی این مولانا نشسته و تمام نوشته های مولانا را میخواند باز هم ادعا میکند که نامه تو را نمیخوانم و جواب زیرکانه مولانا بسیار نقض بود خب حکایت دوم حکایتی است تحت عنوان شاعر دوز حکایتی است که در واقع در مورد یک از شاعران بنام حوزه ادبیات دری تحت عنوان انوری از او یاد شده انوری از شاعران بسیار بسیار بزرگ در حوزه ادبیات دری است که در دو قالب شعری بسیار سرآمد است یکی قطع است و یکی قصیده است در حوزه ای دو قالب شعری ای شاعر بسیار نامدار است خب حکایت را مولانا عبدالرحمن جامی در مورد انوری آورده است میگویند که روزی انوری در بازار بلخ میگشت هنگام دید جمعیتی دید که دور همدیگر جمع شده است پیش رفت و سری در میان کرد مردی را دید که ایستاده و قصاید انوری را به نام خود میخواند و مردم او را آفرین میخواندند انوری پیش رفت و گفت ای مرد این اشعار کیست که میخوانی گفت اشعار انوری گفت تو انوری را میشناسی؟ گفت چه میگویی؟ انوری منم انوری بخندید و گفت شیردوز شنیده بودم اما شاعردوز ندیده بودم بله خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم درس امروز ما شویم تحت عنوان دستور زبانی که با نام زمیر مشترک از او یاد خواهیم کرد در جلسه قبل با زمیر چی آشنا شدیم دوستان زمیر مبهم گفتیم زمیر مبهم او زمایری هستند که دلالت بر یک شی یا یک کسی که در واقع نامعلوم است نامشخص است و نامعین است دلالت میکند حال در ادامه انواع زمایر اشاره خواهیم کرد به زمیری تحت عنوان زمیر مشترک ابتدایی زمیر را برای شما تعریف میکنیم خب زمیر مشترک زمیر مشترک تعریفش است که بجای اسم به کار میرود و برای مفرد و جمع یکسان کاربرد دارد بس زمایر مشترک به او زمایر گفته می شود که بجای اسم به کار این خاصیت مشترک تمام زمیر هاست. چرا؟ چون گفتیم زمیر چیست؟ زمیر کلمه است که بجای اسم میارد خب هدف از آوردن زمیر چی بود؟ هدف از آوردن زمیر این بود که ما جلوگیری کنیم از تکرار یک اسم در ساختار جمله حالا میگوییم که زمیر مشترک یک خاصیت خاصه برای خودش نسبت به زمایر دیگر دارد و او چیست و او است که زمیر مشترک برای تمامی اشخاص چه مفرد باشد چه جمع باشد به طور یکسان به کار گرفته می شود به طور مثال نگاه کنید دوستان آیینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست کلمه خود می شود یک زمیر چه دوستان؟ زمیر مشترک خیشتن را ملامت کرد خیشتن خود را یعنی خود را خش را چکار کرد دوستان؟ سرزنش کرد خیشتن می شود یک زمیر مشترک کتاب خیش را گرفت کتاب خود را گرفت کتابم را گرفتم این گونه معنا می شود نگاه کنید شاگردای عزیز ما سه کلمه داشتیم که در اینجا می شود زمیر مشترک خود خشتن و خش این سه کلمه رو تحت عنوان زمایر مشترک می شناسیم که صرف نظر می کند از اینکه او فرد مفرد باشد یا جمع او فرد حاضر باشد یا غایب او فرد در واقع باشد دوستان اول شخص باشد دوم دو شخص باشد یا سوم شخص باشد فرق نمی کند برای تمامی اشخاص به طور یکسان به کار گرفته می شود خب گفتیم زمیرهای مشترک برای همه افعال از نظر شخص و از نظر شمار یکسان می آید برای تمامی فعل ها این گونه است به طور مثال نگاه کنید دوستان ما در حوزه زمایری که مفرد است یا افعال بگوییم بهتر است فعل هایی که مفرد است نگاه کنید دوستان زمایر چگونه به کار گرفته شده خب اگر اول شخص باشد میشود گفتم فعلش دوم شخص باشد گفتی و سوم شخص باشد سوم شخصی مفرد میشود گفت حال زمایر چگونه آمده خود 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 برای هر سه مورد او یکسان به کار گرفته شده در جمع ها چی؟ اگر زمایر ما یا به طور کلی بهتر بگوییم اگر افعال ما جمع باشد بشود گفتیم گفتید گفتند چی می باز هم زمایر به طور چیه دوستان نگاه کنید باز هم زمایر ما به طور چی آمده است به طور مشترک ذکر شده خب اگر ما بگوییم که زمیر مشترک ما چی باشد؟ خش یا خشتن باشد چی؟ زمایر مشترک خود را گفتیم حال های وارد دو نوع دیگر زمیر مشترک یعنی خش و خشتن نگاه میکنیم نسبت به زمیر مشترک خود زمایر مشترک خش و خشتن کمتر استعمال میشود و به تنهایی و بدون زمیر شخصی به کار می‌رود پس این یک چی؟ یک شاخصه یک ویژگی خاصه برای زمایر مشترک خش و خشتن اول میگم که این دو زمیر خش و خشتن نسبت به زمیر خود کمتر استفاده میشه چرا؟ چون خش و خشتن از نظر خدمت نسبت به کلمه خود نسبت به زمیر مشترک خود قدیمی تر است شکلی کهنتری دارد در واقع چیه ساختارش بسیار قدیمیتر است و کمتر کاربرد دارد حالا نگاه کنیم دوستان همین رو ما میبینیم در حوزه مفرد نگاه کنیم میگوید که خانه خش یا خشتن را فروختم خانه خش یا خشتن را فروختی یا خانه خش یا خشتن را فروخت. باز هم نگاه کنید دوستان باز برای همه اشخاص مفرد چگونه آمده است؟ مشترک آمده است. در جمع همین گونه خانه خش خشتن را فروختیم، خانه خش خشتن را فروختید و خانه خش خشتن را فروختند باز هم به طور مشترک بیان شده پس نگاه کنید دوستان زمایر مشترک ما زمایر مشترک ما برای همه اشخاص صرف نظر از که او مفرد باشد جمع باشد اول شخص باشد دوم دو شخص باشد یا سوم شخص باشد فرق نمی کند برای همه ای موارد به طور یکسان ذکر می شود یک نکته تفاوت داشت و او تفاوت چی بود گفتیم که زمیر مشترک خود نسبت به خش و خشتن بیشتر استعمال می شود بیشتر به کار گرفته می شود در ساختار جمله چرا؟ چون یک کلمه نوتر است یک کلمه جدیدتر است یک زمیر مشترک در واقع تازه تر است در حالی که زمیر خو خشتن و خش یک زمایر کهانتری هستند قنیمیتری هستند کمتر استعمال می شون. خب آهالی دوستان از شما یک کار خانگی میخواییم برای جلسه بعد از شما میخواییم که زمیرهای مشترک را تعریف کرده و انواع او را برای ما نام ببرید خب شاگردهای عزیز و گرامی در پایان جلسه 18 رسیدیم جلسه امروز ما در همین لحظه پایان میابد عزیزان جان قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنیم و شما را به الله پاک بسپاریم یک بار دیگر از شما میخواهیم که نامبر ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964, 780, 255 سف آماده دریافت نظر و پشتهادات شما هستیم در فضای مجازی کانال یوتیوب ما، کانال واتساپ ما و سایت ما را در فضای مجازی دنبال کنید عزیزان جان خسته نباشید مانده نباشید تا دیدار دیگر همه شما را به الله پاک می سپارم خداوند یار و نگهدارتون.